یکی از آلمان و شخصیت های مشهور قرن حاضر مرحوم سید محمد سلطان شیرازی است که در وعظ خطاب منبر و مناظره بسیار چیره دست و استاد بود. کتاب شبهای پیشاور که نگارش جلسات مناظره او با برخی از علمای اهل تسنن در شهر پیشآور است از آن زمان بسیار مورد توجه اهل فن قرار گرفته است. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. سید محمد موسوی اشرفی معروف به سلطان الواعزین شیرازی فرزند سید علی اکبر اشرف الواعزین از رؤسا و بزرگان سادات شهر شیراز اندیشمند، خطیب و از علمای شیعه قرن چهارده بود که در ماه زیغده سال 1314 هجری قمری مصادف با فروردین یا اردی بهشت 1276 شمسی در تهران متولد شد وی از محضر علمایی چون آیات ازام شیخ عبدالکریم حائری سید محمد حجت سید محمد تقی خانساری و محمد علی شاه آبادی دانش آموخت و بیشتر عمر خیش را صرف تبلیغ و از خطابه و تعلیف نمود سلطان این سفرهای تبلیغی متعددی به کشورهای مختلفی از جمله هندوستان، مصر، اردن و فلسطین داشت و در مناظره های مختلفی با گروه های مسلمان و غیر مسلمان شرکت کرد بر اساس برخی نقل ها در مناظره او با برهماییان گاندی رهبر سیاسی معنوی هند میز در جلسه مناظره شرکت کرد او تعلیفات بسیاری دارد که مهمترین آنها کتاب شبهای پیشاور است این کتاب مشروع مذاکره و مناظره او در طول ده شب با بعضی از علمای اهل تسنن در پیشاور پاکستان میباشد در این کتاب اهم موضوعات مورد اختلاف مطرح شده و با استدلالی قوی و با استفاده کامل از منابع روایی و تاریخی اهل تسنن مبانی و معتقدات شیعه را به اثبات رسانده است این کتاب در عین اینکه مطالب دقیق و تخصصی اختلافی را آورده است با نصر شیوا و روان برای همه اقشار علمی قابل استفاده می باشد مطالعه دقیق آن به خصوص برای جوانان باعث تحکیم مبانی مذهبی و روشن شدن عقاید حقه شیعه می گردد. فایل صوتی نمایش رادیویی شبهای پیشاور که در ایران تولید شده و از رادیو پخش شده است در اینترنت موجود بوده و قابل دانلود است. گفتنیست در کشور کویت یک سریال تلویزیونی بر اساس این کتاب تولید و پخش شده است. همچنین کتاب شبهای پیشاور به چند زبان از جمله به عربی در لبنان به وسیله مؤسسه البلاغ در بیروت تحت عنوان لیالی بیشاور توسط حامد قوینلان و چارلز علی کامپبل به انگلیسی و علاوه بر آن به ترکی و فرانسه نیز ترجمه شده است. کتاب گروه رستگاران از دیگر آثار سلطان الواعظین شیرازی می باشد که در دو جلد قطور به چاپ رسیده است. موضوعات این کتاب نیز مانند شبهای پیشاور بیشتر حول محور و اثبات حقانیت شیعه است مؤلف در جلد دوم این کتاب به پاسخ نوشته های شهرستانی در ملل و نهر و رد ادعاهای او در مورد شیعه می پردازد. ویسه پس تفاوت های گوناگون شیعه و سنی را به اختصار تشریح کرده و عقاید آنها را نیز مطرح می نماید. او در بخش پایانی جلد دوم عقاید شیعه را با اتکاب مبانی قرآن و احادیث اثبات می کند صد مقاله سلطانی اثر دیگر این عالم بزرگوار شیعه است که همان گونه که خود در مقدمه آن گفته است این کتاب مجموعه صد مقاله است که آنها را پیرامون تورات، انجیل و قرآن کریم برای درج و چاپ در نشریه دینی پرچم اسلام نگاشته و مقالات مزبور از این نشریه جمع آوری شده و پس از تدوین به وسیله خود معلف به چاپ رسیده است سلطان در این کتاب حدود پنجاه مقاله اول را به بررسی تحریف های صورت گرفته در تورات و انجیل اختصاص داده است و حدود پنجاه مقاله دیگر را نیز در اثبات مراتب اعجاز و حقانیت قرآن کریم نگاشته که در نوع خود اثری ارزشمند به شمار می رود. عقاید سلطانی در یک جلد سرادقات سلطانی در صفات و علائم مؤمنین در چهار جلد فضای حسوفیه در حالات و مناشی پیدایش اهل تصوف مجموعه سلطانی به صورت کشکول در دوازده جلد توحید سلطانی در معرفت الهی و صفات ثبوتیه و سلبیه در دو جلد معراجیه در بیان دلایل عقلیه و نقلیه بر اثبات معراج جسمانی راهنمای اهل توحید در صفات و شرایط نبوت و راهنمایان توحید در دو جلد المال البنیه در اثبات وجود امام اس علیه السلام راه سعادت در تشریح ساختار معنوی انسان اخلاق و صفات حمیدیه در دو جلد حکمت الهی کتاب حدیث در دو جلد اثبات الحج در شرایط و صفات امامت و حالات ائمه اطهار در دو جلد و صفات امامت و حالات ائمه اطهار در دو جلد از جمله تعلیفات دیگری از سلطان الواعظین شیرازی است که متاسفانه به زیور تب آراسته نشده است. سلطان در ده سال پایانی عمر خیش به دلیل بیماری قلبی از منبر من و خانه نشین شد تا اینکه در 20 شعبان سال 1391 هجری قمری برابر با 19 مهر ماه 1350 هجری شمسی در تهران و در سن 74 سالگی درگذشت. پیکرش به قوم منتقل شد و در مقبره ابو حسین قوم که مزار برخی از علمای بزرگ شیعه از جمله مرحوم آیت الله العظما سید کازم شریعت مداری نیز در آنجا قرار دارد به خاک سپرده شد میلاد شادمان خبرگزاری اخبار شیعه